گلاسیا سلام، امروز میخوام خلاصه فیلم به نام دل آف دوانز رو ببینیم که هیجان خیلی زیادی داره و طبق معمول فیلم کانالمون پر صحنه های اعصاب خرد کنه. یادتون نره کانال سابسکرایب کنید چون این کار آینده کانال منو میسازه. حواستون هم به صحنه های خشن و اسپویل کاملش باشه تا آخرش به این فوش نرید. فیلم با نمایش پسر به نام برنت شروع میشه که همراه پدرش دن در حال رانندگی هستن. پدرش سیگار در میاره روشن کنه، از اونجایی که برنت اصلا از این کار خوشش نمیاد حواسش پرت پدرش میشه. همین کافیه تا مرد وحشتناک نیمه برهنه وسط جاده رو نبینه و وقتی سعی میکنه از زدن بهش جلوگیری کنه بره تو درخت. تصادفی که باعث مرگ پدرش یعنی دن میشه. 6 ماه بعد مدرسه برنت رو میبینه که داره با رفیق جیمی صحبت میکنه. جیمی خیلی به دوستش اهمیت میده و سعی میکنه حالش رو خوب بکنه. بعدم راجع به جشن فارغ التحصیلیشون صحبت میکنن که وسط حرفشون همکلاسی جذابشون یعنی میا رو میبینن. دختری که مشخصه جیمی خیلی روش کراش داره و میا هیچ توجهی بهش نمیکنه. وقتی برنت جیمی رو تشویق میکنه که بره با میا حرف بزنه، جیمی بالاخره موفق میشه از این دختر خفن دعوت کنه تا با هم به جشن آخر سالشون یا همون مراسم پرام برن. بعد از موفقیت جیمی، دختر دیگه به اسم لولا میاد سمت برنت و ازش درخواست میکنه تا همراه هم به جشن برن. این دختر خیلی شخصیت گوشه‌گیر و عجیبی داره و وقتی این درخواست رو مطرح میکنه همه دست و پاش داره میلرزه. اما برنت پیشنهاد اونو خیلی مؤدبانه رد میکنه چون قراره با دوست دخترش حالی به جشن بیان. مشخصه که لولا هم خیلی اعصابش به همین ریزه اما حرفی نمیزنه. بعد از تموم شدن کلاس‌ها دوست دختر برنت یعنی حالی رو میبینیم که چون تازه گواهی نامه گرفته از برنت میخواد با هم برن یه دوری بزنن. برنت هم به دوست دخترش میگه که یکی منو به جشن دعوت کرده اما اسم لولا رو وسط نمیاره و دو تایی با خنده به ماشین میرن. جایی که بعد از مدتی رابطه‌شون صمیمی‌تر میشه و قبل از رابطه جنسیشون رد تیغ‌های زیادی روی تن برنت می‌بینیم. اون بعد از مرگ پدرش اینطوری خودش رو آروم می‌کنه و حتی تعداد زیادی سیگار هم می‌کشه. دو نفر به هم نزدیک‌تر میشن و رابطه جنسی برقرار می‌کنن اما انقدر درگیر خودشونه که متوجه حضور لولا کنار ماشین نمی‌شن. دختری که داره با خشم و کینه این دو نفر رو تماشا می‌کنه. چند ساعتی بعد برنت به خونه برمیگرده و قبل از پیاده شدن با دوست دخترش قرار می‌ذارن که کی با ماشین دنبال اون یکی بیاد. برنت کلاً از وجدان زیادی داره و فکر می‌کنه همه اونو مقصر مرگ پدرش می‌دونن، برای همین دوستن داره رانندگی بکنه. وقتی هم پیاده میشه بالاخره به حاله میگه کسی که می‌خواست منو دعوت کنه لولا بود و دوتایی می‌خندن چون این دختر محبوبیت زیادی توی مدرسه نداره. برنت میره به اتاقش با گوشدلان به موسیقی متال شروع به نوشتن یه سری چیز می‌کنه. مادرش کارلا هم به اتاقش میاره. وقتی می‌فهمه قرار دنبال دوست دخترش بیاد تا با ماشین به جشن پرام برن، مخالفت خودش با این قضیه رو اعلام می‌کنه. با گفتن این حرف برنت بهش برمی‌خوره چون بازم حس می‌کنه مادرش اونو مقصر مرگ باباش می‌دونه. برای همین با عصبانیت همراه سگش از خونه می‌زنه بیرون و گردنبند تیغش رو توی دستش اونقدر فشار میده تا از همه جاش خون بیرون بزنه. اینا همه در حالیه که دوست دخترش تو آرامش داره خودش رو آرایش می‌کنه تا برای جشن شب حاضر شه و برنت هیچ علاقه به مراسم نشون نمیده. اون میره به سمت یه صخره و با سختی ازش بالا میره. سیگارشو در میاره و روشن می‌کنه و انقدر غرق موسیقی متال توی گوشش که نمی‌فهمه سگش داره با ترس به چیزی پارس می‌کنه. مادرش هم بهش بارها زنگ می‌زنه اما برنت ریجکت می‌کنه و همین لحظه یه نفر پشتش میاره تو کمتر از چند ثانیه اونو بیهوش می‌کنه. این مرد غریبه برنت رو توی ماشینش می‌ذاره و اونو با خودش می‌بره. جای دیگه ای از شهر جیمی رو می‌بینیم که با ماشین دنبال دختر متال هد مدرسه یعنی میا میره. میا هیچ علاقه‌ای به این جشن نداره و بدون هیچ ذوقی به سمت جیمی میاد. پدر و مادرش هم که افسرای پلیسن ازشون به اجبار یه عکس یادگاری می‌گیرن و اونا به سمت محل جشن راه می‌افتن. حالی رو می‌بینیم که با کلی ذوق به خونه برنت می‌رسه تا دو تایی راه بیفتن و همون لحظه مادر برنت با نگرانی سر می‌رسه. اون میگه به پاتوق همیشگی برنت رفته تا پیداش کنه اما هیچ اثری ازش نبوده و از حالی میپرسه اونو دیده یا نه. وقتی داخل خونه میرن تا سعی کنن به موبایل برنت زنگ بزنن، هیچ جوابی دریافت نمی‌کنن و با شنیدن صدای سگ برنت با سرعت به بیرون میدوئن. دیدن سگ زخمی اونا رو به شدت نگران می‌کنه و مادر برنت سری با آقای ولنتاین یعنی بابای میا تماس می‌گیره تا ازش درخواست کمک بکنه. این افسر پلیس از اونجایی که وضعیت روحی برنت رو میدونه و بارها شده که چند ساعت از خونه گم و گور بشه، اصلا حرفشون رو جدی نمی‌گیره. همسر این پلیس هم با شنیدن مکالمه به دلایل نامعلومی خیلی به هم می‌ریزه. در آخر وقتی آقای ولنتاین می‌فهمه به سگشون با چاقو صدمه زدن، بحثو جدی می‌گیره و برای کمک آماده میشه. حالی رو می‌بینیم که سگ زخمی رو توی ماشینش گذاشته و داره به سرعت به دامپزشکی میره، بلکه درمانش اما سگ دووم نمیاره توی ماشین جونش رو از دست میده. ماشین جیمی و میا رو می‌بینیم که به جشن میرسن. همچنان حال میا خیلی به هم ریخته و اصلا دوست نداره از ماشین پیاده بشه. سکانس بعد ماشینی که برنت باهاش دزدی شده رو می‌بینیم. ماشین از محیط شهر خارج میشه و بالاخره جلوی یه خونه توقف می‌کنه. اینجا می‌فهمیم کسایی که برنت رو دزدیدن همون دختری که اول بهش پیشنهاد جشن داده بود یعنی لولا و همراه پدر دیوونه خودش اریک هستن. اریک با چک کردن قلب پسر مطمئن میشه هنوز زنده است. لولا رو می‌بینیم که سرش روی سینه برنت می‌ذاره و با ذوق و هیجان به ضربان قلبش گوش می‌ده. سپس برنت رو به خونه‌ش می‌برن. لولا به اتاقش میره و بعد از دیدن عکس‌های عجیب غریبی که به در و دیوار زدن، می‌بینیم که عکسی از برنت هم به آلبومی که زیر تختش بود می‌چسبونه. پدرش اریک به اتاق میاد و بهش هدیه می‌ده. یه لباس خوشگل صورتی که برای مراسم آخر سال دخترش خریده. این دو نفر جوری رفتار می‌کنن انگار نه انگار یه بدبختی رو دزدیدن و قایمش کردن. پدر می‌خواد از اتاق بره بیرون تا دخترش لباسش رو امتحان کنه اما لولا بهش میگه بمون و نظرتو بگو. بعدم بدون هیچ خجالتی لباسش رو عوض می‌کنه و پدرش با نگاه‌های عجیبی دخترش رو می‌بینه. به سر میز شام می‌رسیم. خونه این پدر و دختر روانی مثل محل جشن تزیین شده و برن سر میز در حالی به هوش میاد که کت و شلوارش شیکی تنه.
بشه. اون با دیدن دست و پای وسیله خودش وحشت میکنه، اما در کمال تعجب شاهد نفر چهارمی سر میز شام هستیم. پیرزنی که یه زخم عجیب رو صورتش داره و لولا اونو چشم روشن صدا میکنه. بعد از چند لحظه پدر و دختر با آرامش بلند میشن و سمت برنت میان. گردن اونو میگیرن، در حین شوخی و خنده سرنگ پر از وایت تکس به گلیو برنت تزریق میکنن که باعث از بین رفتن تارهای صوتی این بیچاره و ساکت شدنش میشه. بدون توجهی به درد زیاد برنت، لولا روی پاش میشینه که باباش عکس یادگاری ازشون بگیره. بعدم زن دیگر رو به زور بلند میکنه و روی اون یکی پای برنت میذاره تا عکس ستایی ازشون بگیره. این در حالیه که مشخص لولا از این زن خوشش نمیاد، حتی از پشت موهاش محکم میکشه تا باعث درد کشیدنش بشه. برمیگردیم به جشن. جیمی و میو هنوز توی ماشین نشستن و دارن حسابی مست میکنن و با هم خوش میگذرونن. دوباره به خونه روانیا برمیگردیم که پدر و دختر دارن با آرامش غذا میخورن. برنت داره سعی میکنه دست خودش رو باز کنه و زن مرموز هم همینطوری به در و دیوار زل زده. لولا یه جناق مرغ برمیداره، به باباش میگه بیا یه آرزو کنیم. با شکوندنش تیکه بزرگ دست پدر میفته که سری با استرس میگه من واسه تو آرزو کرده بودم. اما لولا مشخص از این قضیه که نتونسته ببره ناراحت و از باباش با عصبانیت میپرسه من خوشگلترم یا چشم روشن، که پدرش جواب میده هر دوتون خوشگلید. این باعث افزایش عصبانیت دختر دیوونه میشه که شروع به فرو کردن غذا و نوشیدنی تو دهن زن دیگه میکنه. با دیدن برند دوباره سمتش میره تا همینطوری به اونم به زور غذا بده. برند دهنش باز نمیکنه و اریک با برشن یه چکش سمتش میاد. این دفعه که لولا با صدای بچگونه غذا رو سمت دهن برند میبره، اون از وحشت و ترس دهنشو باز میکنه. برند چون نمیتونه درست صحبت بکنه به سختی میگه دستشویی داره، که لولا بهش میگه اگه انگشتمو لیس بزنی میبرم دستشویی. با این کار چهره دختر رو میبینیم که عمیقا داره لذت میبره و پدرش یه دفعه با حسادت عصبانیت خودشون نشون میده. دیوونه بازی اینجا تموم نمیشه و لولا بعد از نوشیدن این شیره یه لیوان اونو جلوی دم و دستگاه برند میگیره و میگه توی این دستشویی کن. وقتی اون کاری انجام نمیده، پدر با میخوچکش میاد بالا سرش و میگه اگه تا 10 ثانیه دستشویی نکنی یعنی دروغ گفتی و تو رو به صندلی میخ میکنیم. دختر شروع به شمردن میکنه و وقتی به 9 میرسه این پسر فلک سر موفق میشه کارشو انجام بده. بازم دیوونه بازی ادامه داره و لولا تهدید بریدن دم و دستگاه برند میکنه، اما اون که موفق شده دستشو بالاخره باز کنه با یه مشت لگد دخترو عقب میندازه تا بتونه در بره. اون به سختی میاد بیرون و خودشو زیر ماشین قایم میکنه تا با استفاده از گردنبندش تنها به پاهاشم باز کنه، اما همین که موفق میشه اریک به بیرون میاد تا ماشین دنبال پسر بگرده. با تکون دادن ماشین اتفاق چراغ روی صورت برند میفته و میندازه دنبالش. پسر موفق میشه به بالای درختی فرار کنه که اریک هم از ماشین میاد بیرون، ولی به خاطر تاریکی زیاد نمیتونه پیداش کنه. این پایان ماجرا نیست. لولا با یه چراغ قوه سر میرسه. اینطوری برند رو پیدا میکنن و شروع به خندیدن به بیچارگیش میکنن. با پرت کردن سنگ به سمت پسر موفق میشن بهش آسیبی برسونن که باعث افتادن اون روی ماشین و بعد روی زمین میشه. پدر و دختر برند رو که حالا داغون شده به داخل میبرن. دست پاشو میبندن و این بار برای اطمینان پای اون رو به زمین میخ میکنن. دختر با دیدن عذاب کشیدن برند تحریک میشه و دوباره روی پای اون میشینه. سمت دیگه از شهر آقای ولنتاین یعنی افسر پلیس رو میبینه که به همون صخره ای که مادر برند گفته بود میره. اونجا موبایل موزیک پلیر برند رو پیدا میکنه و با نگرانی به سمت خونهشون راه میفته، جایی که حالی و مادر برند با وحشت چشمشون رو به در دوختن. کارلا از دعوایی که با پسرش داشته میگه و تاکید میکنه من هیچ وقت اون مقصر مرگ باباش ندونستم، ولی اون باور نمیکنه. برمیگردیم به خونه لولا، جایی که پدر و دختر آلبوم لولا رو آوردن تا به برند نشون بدنش. آلبومی پر از عکسای وحشتناک از قربانیای قدیمی این خونه، پسرایی که برای جشن آخر سال دزدیده شدن و به بدترین شکل شکنجه شدن. برند وحشت زده شد و به اجبار داره عکسا رو میبینه تا لحظه‌ای که لولا عکس پسری رو میاره به عنوان تنها قربانی که تونسته از دستشون در بره. اسم این پسر چیه؟ تیمی ولنتاین، یعنی پسر همون افسر پلیس، افسر ولنتاین، یعنی برادر میا، یعنی همون کسی که برند با دیدنش تصادف کرده بود و پدرش جونش رو از دست داد. به عبارت وحشیگری های این دو نفر باعث شده بابای برند بمیره. افسر ولنتاین و همسرش روحیه داغونی داشته باشن و میا از جشن پرام تنفر بیش از حدی پیدا کرده باشه. لولا یه دفعه باباش میگه من آماده نقاشی کردنم. سکانس بعد لولا و پدرش میبینه که با یه چنگال تو دست وایسادن. شکم و سینه برند پر از زخم شده و با چنگال روی بدنش یه قلب کشیدن که وسطش اول اسم لولا و برند نوشته شده. این وحشیگری ادامه داره و پدر و دختر با ریختن مقدار زیادی نمک روی زخماش باعث فریاد کشیدن و درد شدید اون میشن و همینطوری به مسخره کردن و خندیدن ادامه میدن. مادر برند تو حالی رو میبینن که همچنان چشم انتظارن. حالی کارت تبریک از روز پسرش پیدا میکنه که برای حالی گرفته و تهش نوشته عاشقتم. جیمی و میارو رو میبینن که بالاخره با حال مست از ماشین پیاده میشن تا به جشن برن. برمیگردیم به خونه روانیا. لولا برای همه با کاغذ تاج درست کرده و مثلا خودش رو برند خوشگل ترین زوج مهمونی شناخته شدن. لولا یه موزیک پلی میکنه و مدرسه رو میبینیم. جیمی و میارو دارن با هم میرقصن که به خاطر حرکات جنسی میارو از جشن میندازنشون بیرون. لولا به زور برند رو بلند کرده تا با هم برقصن. لولا میگه این همون آهنگیه که دوست دارم وقتی شاهزاده خودمو پیدا کردم تو عروسیمون باهاش برقصیم، اما تو شاهزاده من نیستی. بعد سرمه دیگه به برند میرسن و با پدرش شروع به رقصیدن میکنه. یه دفعه فضا جنسی میشه. لولا به پدرش میگه تو همیشه شاهزاده من بودی و هیچ وقت نمیتونم کسی رو جد بیارم. بعدم چشماشو میبنه تا از باباش لب بگیره. آره آره.
اونم یکم تردید میکنه، اما وقتی میخواد لبای دخترشو ببوسه یه دفعه با صدای برند جوشون به هم میخوره. برند با دیدن گردنبند تیغش روی صندلی از قصد حواسش اینو پرت کرده تا بتونه اونو یه جا قایم کنه و بعدن ازش استفاده بکنه. افسر ولنتاین به دم خونه برند میاد و با حالی صحبت میکنه، بهش قول میده دوست پسرش پیدا کنه. حالی هم با حال داغون میره تو اتاق برند و میزنه زیر گریه. لولا و پدرش رو میبینیم که حیوان مرده ای رو برمیدارن، فرش اتاق نشیمن رو جابجا میکنن و با باز کردن یه در مخفی صدای عجیبی مثل چند تا حیوان گرسنه به گوش میرسه. بعد سطل آبی رو از بالا تو اتاق مخفی میریزن و بعدش هم حیوان مرده ای که سر بریدن رو میرسن داخلش. این در حالیه که برند دوباره داره سعی میکنه دست خودش رو باز کنه. اریک میره تا از ماشینش چیزی بیاره و سکانس بعد جیمی و میا رو میبینیم که توی حیاط مدرسه داخل ماشین نشستن و دارن رابطه جنسی برقرار میکنن. همین لحظه معاون مدرسه میاد بیرون و با دیدنش اونا رو کلا از محوطه اخراج میکنه. برمیگردیم پیش روانیا. اریک با یه درل میاد تو و لولا بدون هیچ رحمی شروع به سوراخ کردن کله برند میکنه. بعد از کلی داد و بیداد موفق میشن تا قسمتی از سرش رو سوراخ کنن. لولای سطل آب داغ میاره تا توی این سوراخ بریزه. اینجا میفهمیم این پدر و دختر دیوونه چه بلایی سر قربانیاشون میارن. همونطوری که اون خانم مرموز یعنی چش روشن هم روی سرش سوراخ بود و همه کنترل خودش از دست داده بود. قبل اینکه موفق بشن این عمل جراحی رو کامل روی برند انجام بدن، اون یه دفعه موفق میشه دستش باز کنه و بهشون حمله کنه. با استفاده از درلی که افتاده پای خودش هم باز میکنه و بدون هیچ مکسی با برداشتن یه چاقو پشت سر هم به اریک ضربه میزنه تا بکشتش. لولا بهش حمله میکنه اما برند موفق میشه خودش نجات بده. برای کشتن کامل اریک اونو به دریچه وسط اتاق میندازه. اینجاست که وحشت برند 100 برابر میشه، چون میبینه داخل اون دریچه حیوانی نیست، همه قربانی های قبلی این دو نفر زندانی شدن، قربانی هایی که این عمل جراحی روشون انجام شده و هیچ کنترلی روی خودشون و رفتارشون ندارن. لولا دوباره سر میرسه، این بار موفق میشه که به برند غلبه کنه و اونو میندازه داخل دریچه. دختر که به شدت عصبیه چون پدرش رو از دست داده، هرچی دم دستش میندازه رو سر و کله قربانی ها و درو میبنده. قربانی ها هیچ حسی ندارن، مثل زامبی شدن. اونا به برند حمله میکنن اما اون از چراغ قوه ای که قبلا لولا به داخل انداخته استفاده میکنه و همشون رو میکشه. جیمی رو میبینیم که میای مست و پاره رو به خونه میرسونه. میا با حال بد رو تختش میخوابه و پدرش از دم در نگاهش میکنه. این لحظه خونه لولا رو میبینیم که دم در اتاق دیگه خونه وایساده و چشم روشن و همونطوری نگاه میکنه. بابای میا پیش همسرش میره. روحیه خانواده بعد از دست دادن پسرشون کلا داغون شده. با اینکه لولا و پدرش گفتن تیمی تنها قربانیشون بوده که تونست فرار کنه، این پسر مورد عمل جراحی قرار گرفته و دوباره از مدتی هم مرده. با دیدن لولا میفهمیم چشم روشن همون مادرش بوده که این جنایت رو در حقش کردن و این دختر عوضی که دیگه کلا رد داده مادرش با بالش خفه میکنه. همین لحظه حالی رو میبینیم. اون به خاطر میاره که دوست پسرش بهش گفته بود لولا منو به جشن دعوت کرده و سری اینو با افسر ولنتاین در میون میذاره. اونم هیچ وقتی رو هدر نمیده چون الان نه تنها بحث جون یه نفر دیگه در میونه، بلکه فکر میکنه انتقام پسر خودش هم میتونه بگیره. کمتر از یه رو به خونه لولا میرسه و با دیدن خونی که کف خونه ریخته شده درو میشکنه. از طرفی برند شروع به داد و فریاد کرده و به دریچه ضربه میزنه که باعث میشه پلیس پیداش بکنه. اون درو باز میکنه اما قبل از اینکه بتونه پسر رو نجات بده لولا سعی میرسه و با ضربه تبر اونو درجا میکشه و به داخل دریچه میندازه. دختر با عصبانیت به برند میگه تو پدرم کشتی، منم میخوام برم هم مامانت هم عشق رو تیکه تیکه کنم. با خشم از خونه میره بیرون. برند با اینکه حالش افتضاح و وحشت زده است همه جا رو بررسی میکنه و با دیدن کلی استخون که رو هم ریخته شده فکری به سرش میزنه. بیرون از خونه حالی رو میبینیم. چند ساعتی گذشته و چون خبری از افسر ولنتاین نشنیده با ماشینش به سمت خونه لولا راه افتاده. از طرف دیگه لولا هم با چاقوی دستش داره قدم میزنه و وسط راه به حالی میرسه. برند رو میبینه که موفق میشه با استفاده از استخونا برای خودش نردبون درست کنه و بدون از دست دادن حتی یه ثانیه سوار ماشین پلیس میشه و با سرعت بالا به سمت خونه حرکت میکنه. حالی و لولا به هم میرسن و اون که قصد کشتنشو داره سعی به حالی حمله میکنه و دختر موفق میشه اولین ضربه رو جاخالی بده تا از ماشین بره بیرون. وسط همین کشمکش و دعوا برند حالی رو میبینه که داره وسط خیابون میدوه. با اینکه رانندگی کردن بعد فوت پدرش بهش اضطراب خیلی زیادی داره، موفق میشه حالی رو دور بزنه و با دیدن لولا ماشین رو بره سمتش و در آخر بهش ضربه محکمی بزنه، ضربه ای که اونو درجا میندازه زمین. حالی سری میدوه سوار ماشین میشه و از دیدن همدیگه خوشحال میشن. صدای ناله و زجه لولا به گوش میرسه که خودش روی زمین داره میکشه. بعد از نگاهی که بین دختر پسر رد و بدل میشه، برند با سرعت زیادی در عقب میاد تا کار لولا رو برای همیشه تموم بکنه. فیلم The Loved Ones خیلی محتوای جالبی داره و نشون میده یه وقت تو انتقام تنها چیزی که باعث آرامش روح آدم میشه. بازیگرای این فیلم به قدری خوب بازی میکنن که بیننده با تمام وجود دلش میخواد لولای بلایی سرش بیاد و برند نجات پیدا کنه. ما دیدیم که خودخواهی لولا چه برای سر بقیه خانواده ها آورد. شاید اگه اون بلا سر تیمی نمیومد پدر برند هم کشته نمیشد، شاید کلا همه چیز جور دیگه ای پیش میرفت. در کل این واقعیتی که اگه با آدمای نارسیسیست توهم زیادی داده بشه حاضرن هر کاری بکنن تو کلمه نرو نشنوند. کلمه که لولا بعد از شنیدنش به یه آدم روانی تبدیل شد و سعی میکرد طرفشو به بدترین شکل ممکن بکشه. رفقا لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. روزتون هم گلسی.